درود بر مبارزین راه آزادی به کیوسک خوش آمدید. در این ساعت با دو خبر مهم در خدمت شما عزیزان هستیم. خیانت تاریخی مجلس و دولت به مردم ایران، کسری بودجه وحشتناک رژیم و سندی دیگر از دخالت خامنه ای در تمام امور ریز و درشت کشور، دیکتاتوری که تقصیرها را گردن دیگران می اندازد. قبل از هر چیزی توجه شما را جلب می کنیم به دیدن ویدیویی درباره ویرانه با نام ایران، سال حکومت جمهوری اسلامی من صافی هستم رئیس هیئت مدیره سندیکای سنت برق شو به اسفان عرض من اینه که همه این فرمایشات که دوستان فرمودن من در یه مورد هم میخوام اشاره کنم بحث انرژی توی کشور که مدرن کارخونه کار هم که ما بزنیم وقتی برق نداریم بهش بدیم وقتی گاز نداریم الان میان میگن هزار مگاوات میخوایم نیروگاه احداث کنیم این هزار مگاوات نیروگاه رو ما گزارشی که خود پژوهشگاه مجلس داده اینه که ما سالانه ده درصد تولید گاز تو که کشورمون کم میشه باز گزارشی که شرکت گاز داده امسال توی شورای انرژی و استان همین پریروز روز جلسه تشکیل شده بود فکر میکنم یه سی و هشت درصد نسبت به سال گذشته پیش بینی ناترازی گاز توی کشور بیشتر از سال گذشته شده وضعیت برق اینه که امروز ما 100 میلیارد دلار پول برای اینکه به روز برسونیم فقط برق را نه توسعه بدیم همین دیروز آقای وزیر نیرو اعلام کردن 100 هزار میلیارد تومن به بخش به تولید و فعالان حوزه صنعت برق بدهکارند و بدهی دارند پژوهشگاه مجلس اعلام کرده 80 میلیارد دلار اگر امروز به صنعت گاز کشور تزریق نشه این ده درصد هر سال محقق میشه کاهش تولیدمون وضعیت آبمون را میدونیم وقتی بحث نا... آلودگیه آلودگی و هوا میشه اولین متهمش م... انرژی اه... انرژیه و واقعیت اینه که این اتفاقایی که داره توی کشور میفته اگر واقعا به عنوان یکی از مدیران مجلس یکی از, از اعضای کلیدی مجلس اعتقاد دارید به اینکه این سمت و سو و جهتگیری و حکمرانی توی کشور اقتصاد کشور را به سمت و سوی صلاح برد واقعا نا صریحا بگید در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم خیانت تاریخی مجلس و دولت به مردم ایران کسری بودجه وحشتناک رژیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه 29 آذر ماه با کلیت لایحه اصلاحی بودجه سال آینده کشور موافقت کردند بودجه ای که به گفته تحلیلگران اصلاحات آن به نوعی بده بین مجلس و دولت بوده و ایرادات اساسی از جمله افزایش میزان مالیات ستانی از مردم و سنوف پا برجاست. همسانسازی حقوق بازنشستگان یکی از اصلاحات صورت گرفته در لایحه بودجه است اقدامی که دولت برای تامین منابع آن مالیات بر ارزش افزوده را یک درصد افزایش داده است در همین رابطه یک عضو کمیسیون عمران مجلس این اقدام دولت را قرار دادن مردم و بازنشستگان در مقابل مجلس از سوی دولت دانسته و گفت اگر در مجلس به یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده رای داده شود تورم افزایش و اگر رأی داده نشود جامعه بازنشستگان در مقابل مجلس قرار میگیرند. از یک سو افزایش مالیات 50 درصدی در نظر گرفته شده و از سوی دیگر افزایش حقوق کمتر از 20 درصد در حالی که تورم امسال حدود 40 درصد است با این وضعیت سال آینده قدرت خرید خانوارها نسبت به سال 1402 کمتر از نصف خواهد شد و در این حال با یکنیم برابر شدن مالیات ها پیامدهای سنگین را شاهد خواهیم بود البرز حسینی همچنان گفته که دولت برای کارمندان 20 درصد و بازنشستگان 18 درصد افزایش حقوق پیش بینی کرده است در حالی که تورم بالای 40 درصد است یک روزنامه نگار اقتصادی نیز در همین رابطه گفت نمایندگان مجلس با اصرار بر همسان سازی حقوق بازنشستگان به دنبال بهره برداری سیاسی از این موضوع در آستانه انتخابات بودند رضا قبی با بیان این مطلب که دولت با این اقدام خود عملا اقدام نمایندگان در مخالفت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده در برنامه هفتم توسعه را جبران کرد گفت با تصویب افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در حقیقت بازنشستگان و سایر مردم به عنوان مصرف کننده این یک درصد را به صورت متوالی پرداخت خواهند کرد محمد صالحی یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز افزایش مالیات بر ارزش افزوده را هدایت کردن اقتصادی کشور به سوی گردن های سعبال عبور دانسته است. نماینده دیگری در واکنش به این موضوع گفت که ناکارامدی های مدیریت خودمان را با دست کشیدن در جیب مردم جبران نکنیم. محمد حسین فرهنگی گفت که در اصل ماریات بر ارزش افزوده را از خود بازنشستگان میگیریم و بعد به آنها پس میدهیم اگر این اتفاق رخ ندهد بهتر است. افزایش درامت های مالیاتی در بودجه نیز مورد انتقاد نمایندگان است و در همین رابطه مهرداد در چگینی پرسیده است که افزایش 49 درصدی مالیات چند درصد تورم بر جامعه اعمال می کند. این نماینده هم مجلس همچنین گفته افزایش 54 و 8 همه درصدی مالیات بر کالا و خدمات چه میزان قیمت کالا و خدمات را افزایش می دهد؟ آیا دولت شرایط تورمی را پیش بینی کرده است؟ با تصویب کلیات بودجه در جلسه امروز مجلس کمیسیون تلفیق مجلس بررسی جزئیات را آغاز خواهد کرد و پس از آن تصمیم گیری در مورد جزیات به سحن علنی مجلس خواهد آمد. بررسی بودجه سال 1403 در حالی آغاز شده که برنامه هفتم توسعه که سال آینده اولین سال آن است هنوز توسط شورای نگهبان تایید نشده است. سندی دیگر از دخالت خامنه ای در تمام امور ریز و درشت کشور، دیکتاتوری که تقصیرها را گردن دیگران میاندازد. این هفته در برنامه تلویزیونی نقد از شبکه چهار سیما کارگردان فیلم توقیف شده ی لباس شخصی در یک برنامه زنده تلویحا توقیف این فیلم را به دستور خامنه ای دانسته و میگوید خامنه ای به چپها و حزب توده نگاه ویژه ای دارد وی در مورد علت این نگاه ویژه توضیح دیگری نداد اما سراحتا گفت تنها راه اکران لباس شخصی شخص خامنه ای است فیلم لباس شخصی با محتوای درگیری چماقداران از الله و حزب توده دو سال از ساخته شده اما طبق گفته کارگردان فیلم به دستور سازمان اطلاعات سپاه پاسداران توقیف شده است ممکنه یه روز اکران بشه لباس شخصی یا به نظر خودت هم دیگه پایان یافته والا به نظرم تنها راه اکران فیلم لباس شخصی اینه که فیلم را از یک کانالی به دست شخص مقام معظم رهبری برسه از اتا فیلم رو ببینن چون اون چیزی که به ما گفت اعلام شده اینه که آقا پیگیری نکنید و هیچ جوره این فیلم اکران نمیشه و من چون میدونم فیلم لباس شخصی راجبه یک موضوعیه که حزب توده که تو همون سالهایی که این واقع اتفاق افتاد دستگیری حزب توده و حساسیت خود شخص رهبری توی اون دوران روی مسئله چپ ها و به خصوص حزب توده تنها امیدم اینه که یک جوری ایشون ببینن چون من مطمئنم که شخص ایشون ببینن تمام اون سوء تفاهمایی که وجود داره یا اعمال سلیقه‌ای که از طرف برخی از افراد یا حالا شخصیت های حقوقی یا حقیقی وجود داره نسبت به لباس شخصی حل میشه یعنی شما از هر فرایند قانونی دیگری الان دیگه نامیدید نا ما آخه مشکل اون اصلا فرایند قانونی نیست ما مشکل اتفاقا اعمال سلیقه نظر افرادیه که اینها یک قدرتی فراتر از قانون دارن همون گروه مستعت اندیشی که چقدر فیلم در این سالها جلوی ارزش رو گرفتن و چقدر به تواتر شاهد بودیم که اتفاقا حضرت آقا ورود کردن بعدها مشخص شده که نگاه نظام نگاه حاکمیت به معنای اون حاکمیت فرهنگی که در کشور وجود داره همراسته با این مدعیان نیست و حتی مثلا لباس شخصی اونقدر که که من لباس شنیدم چند موضوع رو پیگیرند که به لحاظ تاریخی هم اشکاری گرفته بودن به فیلم من از هم بزرگترین مثلا اینه که تالا یک نفر نگو. با من جلسه نگرفته به عنوان کارگردان که بگه من فیلم نمیستند. من نمیستند که بگه مشکل فیلم چیه من همه اینا رو با واسطه دیدم یا مثلا توی کریدور بیرون یک جلسه اتفاقا اون آقایی که مثلا با این فیلم مخالفه رو دیدم خودم رفتم سراغش گفتم آقا من کارگردان این فیلم مشکل با فیلم چیه و چه تو اون مسیر افرادی که مثلا به واسطه من گفتن چه اون کریدوری که من ایشونو دیدم چند تا موضوع که ما همه اینا رو جواب دادیم خامنه ای بارها از تریبون های رسمی و غیر رسمی مسئولیت مشکلات و فروپاشی اقتصاد را متوجه دولت ها کرده و خود را حتی مترز به شرایط موجود معرفی می کند. بین اقتشاش و اعتراض فرق است. همین شما اعتراض دارید. بندم که اینجا دارم خود نمی کنم اعتراض دارم. حضرت آقا مقام معظم بیشترین مطالبات را و اعتراضات را در مواقع مختلف داشتن. رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته در جریان دیدار با گروهی از دانشجویان در پاسخ به پرسشی درباره برجام آشکارا از مسئولیت خود در آغاز مذاکرات هسته‌ای و توافق موسوم به برجام شانه خالی کرد او گفت در صحبت ها بود که تصویب برجام را به رهبری نسبت داده اند خب شما چشم و گوش دارید و همه چیز را میبینید نامه ای که درباره برجام نوشته شد با شرایطی که ذکر شده که در این صورت تصویب می شود را ببینید منتها اگر این شرایط اجرا نشده وظیفه رهبری این نیست که وارد بشود او افزود من به برجام به آن صورتی که عمل و محقق شد خیلی اعتقادی نداشتم و بارها نیز به خود مسئولان این کار از جمله به آقای رئیس جمهور و وزیر محترم امور خارجه این مطلب را گفتیم و موارد زیادی را به آنها تذکر دادیم این در حالی است که بنابر دادههای های رسمی مذاکرات هسته از سال 1390 با مجوز خامنه ای و با اطلاع او از مراحل مختلفش ادامه یافت. چندین مرتبه هم مذاکرات به دلیل لزوم تماس تیم ایران با داخل کشور متوقف شد. محمد محبی تحلیلگر سیاسی در این باره می گوید دلیل اصلی گریز از مسئولیت پذیری و پاسخگویی سریح توسط خامنه ای را باید در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی و فرهنگ سردمداران آن جستجو کرد اینکه که خامنه ای از پاسخگویی فرار می کند و حتی با فرار رو به جلو سعی دارد مسئولیت هیچ کدام از خطاهای نظام را بر عهده نگیرد علاوه بر ویژگیهای های شخصیتی ایشان ریشه در بنبحث حقوقی جمهوری اسلامی هم دارد. در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی رهبری به جز مجلس خبرگان هیچ الزامی برای پاسخ دادن به هیچ شخص و نهادی ندارد با توجه به وجود پدیده نظارت استسوابی همان مجلس خبرگان هم عملا و سناگوی خامنه ای است مناظر بر اعمال و کارنامه او مثل روز روشن است که در هر نظام حقوقی هر مقامی که بیشترین اختیارات را دارد طبعا باید بیشترین مسئولیت پذیری و پاسخگویی را هم داشته باشد اما این قاعده درباره آقای خامنه ای برعکس است مزافن بر اینکه روش خامنه ای به این ترتیب است که طوری موضع گیری می کند که در هر صورت او خودش طلبکار باشد و خودش را با کلیشه دیدی گفتم به عنوان دانای کل نشان دهد مثلا او با تکرار این کلیشه دیگر تحت عنوان آمریکا قابل اعتماد نیست اجازه مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را داد بعد از آن از برجام حمایت کرد بعد با اشاره او بود که برجام در عرض 20 دقیقه در مجلس تصویب و در عرض دو دقیقه در شورای نگهبان تایید شد منتها بعد از عدم حصول نتیجه مطلوب از برجام باز طبق معمول چالش دیدی گفتم را انداخت مطمئن باشید اگر همین برجام به نتایج مثبتی می انجامید او و طرفدارانش این نتیجه مثبت را حاصل تدابیر خودشان تلقی می کرد. در حالی که اگر برجام را داشت خامنی حتما باید برای جلوگیری از تصویب آن قدمی بر می داشت. این اولین بار نیست و آخرین بار هم نخواهد بود که رهبر جمهوری اسلامی در مقام مسئول کل از خود مسئولیت زدایی کند. یاران و همراهان عزیز به پایان این بسته خبری رسیدیم فراموش نکنید تیم خبری ما با تلاشی شبانه روزی سعی در ارائه بهترین و با کیفیتترین بسته های خبری به شما عزیزان رو داره با لایک کردن این ویدیو و نوشتن دیدگاهتون در قسمت کامنت های این ویدیو یاری رسان تیم تحریریه کیوسک باشید شب بر همگی خوش پاینده ایران